در برنامه امروز می‌خواهم درباره پدیده سیاه چال‌ها یا حفره‌های سیاه در فیزیک و اخترفیزیک سخن بگویم. نخواست تصویری بسیار ساده از این پدیده به شما می‌دهم. می‌دانیم که بنابر قانون گرانش یا جاذبه نیوتن، ماده دارای نیروی کششی است. ماه به گرد زمین می‌گردد، چون جرم زمین بسیار بیشتر از جرم ماه است و نیروی گرانشی زمین ماه را به گرد زمین به گردش در می‌آورد، همچنان که خورشید زمین را. جسم‌های کره زمین به رویه زمین وابستند و در فضا شناور نیستند، چون زمین به آنها نیروی در سوی مرکز زمین وارد می‌کند. اگر بخواهیم جسمی را از حیطه نیروی گرانشی زمین به بیرون پرتاب کنیم، باید به آن چنان سرعتی بدهیم که انرژی جنبشی آن از انرژی پتانسیل گرانشی آن بیشتر شود. جسمی می‌تواند از میدان نیروی گرانشی زمین بیرون رود که دارای سرعت 11.2 کیلومتر در ثانیه باشد. برای خارج شدن از ماه به سرعت کمتری نیاز است، در حدود 2 کیلومتر در ثانیه، چون جرم ماه از جرم زمین کمتر است. برای اینکه جسمی خورشید را ترک کند، باید سرعتی برابر 620 کیلومتر در ثانیه داشته باشد، چون خورشید 300 هزار برابر از زمین پرجرمتر است. پس هرچه کره‌ای پرجرمتر باشد، جسمی که می‌خواهد از آن بگریزد به انرژی جنبشی یا سرعت گریز بیشتری نیاز دارد. حال اگر جسمی وجود داشته باشد که برای بیرون رفتن از حیطه گرانشی آن به سرعتی برابر سرعت نور، یعنی 300 هزار کیلومتر در ثانیه نیاز باشد، به آن جسم سیاه چال می‌گوییم، چون حتی نور هم نمی‌تواند آن را ترک کند و بنابراین نمی‌تواند دیده شود. مینه یا ایده چنین جسمی را در پایان سده 18 دانشمند انگلیسی جان میچل و چند سال بعد لاپلاس فرانسوی پیشنهادند، اما دیگران به دلیل‌های دنبالی آن را نگرفتند و در سده 19 فراموش شد. و باید دانست که این جسم فرضی فیزیکدانان پایان سده 18 درست آن چیزی نیست که ما امروز به نام سیاه‌چال می‌شناسیم. این جسم فرضی باید دارای جرم بسیار بزرگی باشد تا بتواند نور را مهار کند، حالانکه حتما لازم نیست که سیاه‌چال پر جرم باشد. سیاه‌چال ها می توانند هر جرمی داشته باشند. فیزیکدانان پایان سده 18 کوچکترین تصوری درباره سیاه‌چال نداشتند، چون سیاه‌چال بگرد یا کنسپتی است زائیده نظریه بازانگی یا نسبیت اینشتین و در نظریه گرانشی کلاسیک نیوتن نمی گنجد. فیزیک کلاسیک نمی‌دانست که سرعت نور بالاترین سرعتی است که جسم می‌تواند داشته باشد. همچنین نمی‌دانست که نیروی گرانشی بر نور تأثیر می‌گذارد و مسیر نور را خم می‌کند. اینها را اینشتین به ما آموخت. اینشتین در سال 1915 نظریه بازانگی هروین یا نسبیت عام را پیشنهاد که انقلاب بزرگی در فیزیک بود. نیوتن نمی‌دانست که علت گرانش یا جاذبه چیست؟ اینشتین برای آن توضیحی به دست داد. بنابر نظریه اینشتین، زمان و فضا در هم تنیدند و چیزی را به وجود می‌آورند که پیوستار چهار بعدی فضا زمان نام دارد. نیروی گرانشی زائیده خمیدگی یا آشفتگی است که جسم در فضا زمان به وجود می‌آورد. اگر بخواهیم تشبیه کنیم، مانند این است که یک تکه پارچه را از دو طرف بکشید و روی آن گلوله فلزی بگذارید. در پارچه فرو رفتگی پدید می آید. در فضا زمان چهار بعدی هم چیزی همانند این روی می دهد. جسم فضا زمان را به سوی خود می کشد و گرانش از این آشفتگی پدید می آید. اینشتین خود معادله های میدان گرانشی را به طور تقریبی حل کرد.
یک سال بعد در 1916 فیزیکدان آلمانی کارل شوارتزشیلد توانست معادله های اینشتین را به طور پرسون دقیق حل کند. کار شوارتزشیلد میان چگالی ماده و فضا زمان پیرامون آن رابطه شگفت‌انگیزی برقرار کرد. شوارتزشیلد در همان سال 1916 در 42 سالگی از بیماری درگذشت و نزدیک به 40 سال وقت می‌خواست تا فیزیکدانان به پیامدهای نتیجه‌ای که او به دست آورده بود پی ببرند. اینشتین درگذشته بود. بنابر نتیجه شوارتزشیلد هرگاه چگالی ماده بسیار باشد، یعنی ماده در حجم بسیار کوچکی متراکم شود، این ماده متراکم فضا زمان پیرامون خود را چنان به سوی خود می‌کشد که گویی سوراخی در فضا زمان پدید آمده است. از این رو ماده پیرامون به درون آن فرو می‌ریزد. هیچ چیز نمی‌تواند از آن خارج شود، حتی نور. نام بلک هول به معنای سیاه‌چاله یا سیاه‌چال را فیزیکدان آمریکایی جان ویلر در سال 1967 به این پدیده داد. پس ویژگی مهم سیاه‌چال چگالی بسیار زیاد آن است، نه جرمش. ضروری نیست که سیاه‌چال جرم بزرگی داشته باشد. به این دو نمونه توجه کنید. شعاع کره زمین 6400 کیلومتر است. اگر بتوان زمین را متراکم کرد و همه جرم آن را در فضایی به شعاع 1 سانتی متر گرد آورد، زمین به سیاه‌چال تبدیل می‌گردد. شعاع خورشید 700,000 کیلومتر است. اگر همه جرم خورشید در فضایی به شعاع 3 کیلومتر متراکم شود، خورشید به سیاه‌چال می‌ترادیسد. سیاه‌چال‌ها را از حیث جرم می‌توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد: سیاه‌چال ستاره‌ای، سیاه‌چال ابر پرجرم و سیاه‌چال بسیار کوچک که به آن مینی سیاه‌چال می‌گویند. سیاه‌چال‌های ستاره‌ای جرمی برابر جرم ستارگان دارند، متراکم شده در فضایی به شعاع چند کیلومتر. اینها زاییده فرگشت ستارگان پرجرمند که در پایان زندگیشان منفجر می شوند، هسته آنها می رنبد و به سیاه‌چال تبدیل می شوند. چنین چیزی به فراوانی در گیتی روی می دهد. در کهکشان ما راه شیری به احتمال بسیار میلیون ها سیاه‌چال ستاره‌ای وجود دارند. سیاه‌چال های ابرجرم جرمشان میلیون ها برابر جرم ستارگان است. این سیاه‌چال‌ها در مرکز کهکشان‌های مارپیچی به وجود می‌آیند، مانند این کهکشان که در این تصویر می‌بینید. در کهکشان خود ما سیاه‌چال ابرپرجرمی هست میلیون ها بار پرجرم‌تر از خورشید. این سیاه‌چال از بلعیدن میلیون ها ستاره در مرکز کهکشان به وجود آمده است. شعاع آن به اندازه فاصله زمین تا خورشید است. با اینکه سیاه‌چال‌ها از خود نوری ندارند، به وجود آنها از اثری که بر محیطشان، محیط پیرامونشان می‌گذارند، می‌توان پی برد. اما درباره مینی سیاه‌چال‌ها، بنابر نظریه بیگ بنگ در آغاز گیتی میلیاردها مینی سیاه‌چال پدید آمدند که کم جرمند، جرمی مانند جرم زمین یا کمتر دارند و می‌توانند به اندازه ذره کوچکی باشند. اما تا کنون هیچ دلیل نپاهشی برای وجود آنها به دست نیاورده ایم. برای اینکه سیاه‌چال‌ها را بهتر بشناسید، باید چند توضیح کوتاه تکنیکی بدهم. سیاه‌چال در نظریه بازانگی هروین یا نسبیت عام اینشتین به گرت یا مفهومی است ریاضی که به آن سینگولاریتی میگوییم، در فارسی تکینی. تکینی وقتی روی می‌دهد که پارامتری به بی‌نهایت می‌رسد. در سیاه‌چال این پارامتر چگالی است. به سخن دیگر همه ماده در یک نقطه ریاضی متراکم می‌شود. مسئله این است که هنوز نمی‌دانیم که این نقطه تکینی چیست. این را زمانی خواهیم فهمید که بتوانیم بازانگی هروین اینشتین را با کوانتوم مکانیک پیوند دهیم. و این یکی از مسئله های هنوز حل نشده فیزیک است. معادله شوارتزشیلد پیش بینی می کند که بیرون از این نقطه مرز یا حدی به وجود می آید که به آن افق رویداد می گویند.
معنای افق رویداد این است که جسم‌های دیگر می‌توانند به سیاهچال نزدیک شوند بیان که به درون آن کشیده شوند، ولی هم که به افق رویداد برسند دیگر بازگشتی نیست. فاصله میان نقطه مرکزی و افق رویداد شعاع شوارتزشیلد نام دارد و وقتی از اندازه سیاهچال‌ها سخن می‌گوییم مقصودمان شعاع شوارتزشیلد است. حال به چند ویژگی شگفت‌انگیز سیاهچال‌ها نظری بیاندازیم که در جهان عادی ما همانندی ندارند. این ویژگی‌ها زاییده قانون‌های بازانی هروین یا نسبیت عام اینشتین هستند. برای مثال اگر شما دور از سیاهچالی قرار داشته باشید و دوست خود را با فضانوردی به سوی آن بفرستید، می‌بینید که هرچه فضاناو به سیاهچال نزدیکتر می‌شود، سرعت آن کمتر و کمتر می‌شود و وقتی به افق رویداد می‌رسد، بی حرکت می‌ماند. اما برای دوست شما همه چیز عادی است و او از افق رویداد می‌گذرد بیان که متوجه شود. اگر بتوانید ساعت فضاناو را ببینید، خواهید دید که هرچه به سیاهچال نزدیکتر می شود، نسبت به ساعت شما کنتر و کنتر کار می کند و وقتی به افق رویداد می رسد، از کار می افتد. ولی برای دوستتان، ساعت به طور عادی کار می کند. اگر دوستتان از افق رویداد بگذرد، دیگر او را نخواهید دید. او تا پیش از رسیدن به افق رویداد میتواند با بکار بردن موتور فضاناوش بازگردد، ولی اگر از افق رویداد بگذرد دیگر بازگشت ممکن نخواهد بود. اگر سیاهچال از نوع ستاره‌ای باشد، وقتی از افق رویداد میگذرد تفاوت نیروی گرانشی میان سر و پای او چنان شگرف خواهد بود که بدن او کشیده و کشیده خواهد شد و او به شکل اسپاگتی در خواهد آمد پیش از آن که در نقطه تکینی مرکزی له شود. اگر سیاهچال ابرپرجرم باشد، دوستتان به اسپاگتی تبدیل نخواهد شد، ولی در نقطه مرکزی پایان بهتری نخواهد داشت. این چیزهایی که گفتم درباره ساده ترین نوع سیاهچال چال است که حرکت چرخشی ندارد، حالان که این فرض واقعی نیست، زیرا سیاهچال ها به احتمال بسیار به گرد خود میچرخند. این چرخش فضای پیرامون سیاهچال را به دنبال خود می‌کشد یا تاب می‌دهد و پدیده‌های بسیار جالبی به وجود می‌آورد. مثلا نقطه تکینی به حلقه نازکی تبدیل می‌شود و افق رویداد به دو افق تقسیم می‌شود. به نکته دیگری اشاره کنم که بسیار مورد علاقه نویسندگان افسانه‌های تخیلی علمی است و آن گیتی موازی یا گیتی دیگری جدا از گیتی ماست. معادله های بازانی هروین ویژگی ریاضی خاصی دارند. نسبت به زمان متقارن هستند. به این معنا که اگر فرض کنید که زمان به عقب برمیگردد نه به جلو، جواب دیگری به دست می آورید. معادله ها پیش بینی می کنند که اگر زمان به عقب برگردد پدیده ای روی می دهد به نام سپیدچال که ضد سیاهچال است. ویژگی سپیدچال این است که هیچ چیز نمیتواند به آن وارد شود، پیوسته از خود نور و انرژی بیرون میدهد و در آن زمان به عقب میرود نه به جلو. اگر سیاهچال به گرد خود بچرخد، چیزها پیچیده‌تر و شگفت‌انگیزتر میشوند. هر سیاهچالی از طریق مجرایی در فضا زمان به سپیدچالی پیوند مییابد. سپیدچال میتواند بسیار دورتر از سیاهچال قرار داشته باشد یا در گیتی دیگری کاملا جدا از گیتی ما. چنان که گفتم نویسندگان افسانه های تخیلی بسیار به این ویژگی های سیاهچال ها علاقه مندند. اما باید دانست که گرچه سفر به گذشته و سپیدچال ها پیشبینی های معادله های ریاضی هستند، ولی این به معنای آن نیست که این چیزها واقعیت فیزیکی دارند. اینها به احتمال زیاد زائیده کاستی های نظریه بازانیگی هروین اینشتین هست و روزی که نظریه توانمندتری زائیده پیوند آن با کوانتوم مکانیک جایگزین آن شود، این گونه تناقض ها از میان خواهد رفت. همان گونه که در مکانیک نیوتن جسم می تواند سرعتی بیش از سرعت نور داشته باشد، ولی نظریه اینشتین نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست. سخن ما به پایان رسید. درباره سیاهچال ها می توان ساعت ها سخن گفت. امیدوارم که این گفتار کوتاه توانسته باشد شما را کمی با آنها آشنا کند.